سلام بچه ها، چطورید؟ خوبید؟ شده که درد مرسه و اوکی باشه و مشکلی نداشته باشید. من این میکروفون رو وصل کنم ببینم که چی میشه. خوب، بسیار خوب. نمست میکروفون. خب، جلسه قبل راجع به این تمرین ها صحبت کردیم و حلش کردیم و تمام. میخواییم انشاءالله خدا به خدا امروز ادامه تمرین ها رو بگیم، از سوال 4 بگیم، ببینیم تا کجا میتونیم پیش بریم. سوال گفته که در زوزنقه شکل مقابل اندازه های دو قاعده A و B و اندازه های دو زاویه مجاور به یک قاعده 45، مساحت زوزنقه رو بر حسب A و B محاسبه کنید. راهنمایی کرده، گفته از A و B بر قاعده DC عمود کنید. خب A و B و C و D اومدیم عمود کردیم. این یه تیکه که اندازه B بوده هم اندازش اینجا هست. ما میدونستیم کلش هم برابر با A و از اونجایی که این 45 درجه است، این بالایش هم میشه 45. من اینا رو بنویسم، اینم میشه 45 تا، اینم میشه 45 تا. حالا که این مثلثمون دو تا ضلع مساوی داره، دو تا زاویه مساوی داره، دو تا ضلع مساوی هم خواهد داشت دیگه، یعنی این دو تا هم با هم مساوی میشن. اندازه AH2 با اندازه DH2 برابر میشه. و همین ترتیب این دو تا هم با هم دیگه برابر میشن. خب بریم ببینیم اینجا چه خبره، چی نوشتیم. AD مساوی با BC هست. یعنی این زوزنقه‌مون یه زوزنقه متساوی و ساقینه دیگه، چون زاویه های ساقش با هم دیگه برابرن. AH1 هم با AH2 برابر و با این پایینی ها برابر میشه. در نتیجه بچه ها کلش A بوده، این تیکه شده B، درست شد؟ در واقع من میتونم بنویسم اینجا میشه A منهای B دوم، اینجا هم میشه A منهای B دوم. چرا؟ این تیکه Bه، این کلش هم که Aه. از کل A B رو برمیداریم، میمونه A منهای B. چون این دو تا تیکه مساویان، هر کدوم A منهای B دوم میشه. الان شما اینو B رو با هم دیگه جمع کنی، حاصل کلش میشه A. پس چی شد؟ AH1 این ارتفاعه، این تیکه، این یکی ارتفاع با این تیکه، همه شون برابرن با A منهای B دوم. یعنی این ارتفاع هم میشه A منهای B دوم، این یکی هم میشه A منهای B دوم. حالا چی رو میخواد؟ مساحت رو میخواد. مساحت برابر با مجموع دو تا موازی ها، دو تا قاعده، ضرب در ارتفاع تقسیم بر دو. خب مجموع دو قاعده ضرب در ارتفاع تقسیم بر دو، مجموع دو قاعده میشه A به اضافه B، ارتفاعش هم که میشه A منهای B دوم تقسیم بر دو. اوکی؟ پس یه دو داریم در واقع، این یک دومو میتونه فاکتور گیری کنه، میتونه بیارتش بیرون، آورده این پشت، شده A به اضافه B، A منهای B یه یک دوم، یه دونم دو، یه دور در دور نزدیک در نزدیک کنه، این دوه تو این دوه ضرب میشه، میشه 4، میشه 1/4 A2 منهای B2. تست توی کنکور سوال میاد میگه آقا با توجه به این زوزنقه‌ای که داریم، مثلا این 8 سانتی متر، این 3 سانتی متر، اینا هم هر کدوم 45 هست، مساحت این زوزنقه رو پیدا کن. فرمولش هست، مساحت میشه 1/4 بزرگه به توان 2 منهای کوچیکه به توان 2، 64 منهای 9، 64 منهای 9 میکنیم میشه 55، میشه 55/4. مساحت یه همچین زوزنقه‌ای میشه 55/4، که اگر تو این فرمول بلد نباشی باید وایسی حساب کتاب کنی و به 55/4 برسی. تازه این از این. بریم سراغ سوال بعدی.
سوال بعدی ببینم چی گفته. بریم سراغ سوال پنج، ببینیم سوال پنج چه شکلی حل میشه. مساحت زوزنقه مقابل را به دو روش به دست بیارید، از مساوی قرار دادن آنها چه نتیجه‌ای به دست بیارید. خب بریم سراغ مساحت زوزنقه. مساحت زوزنقه از این روش اول رفتیم که مساحت مثلث ها رو دونه دونه حساب میکنیم. خب این یکی رو ببینید، شماره گذاری کنم. مساحت مثلث اولیه میشه 1/2 ارتفاع ضرب در قاعده، میشه 1/2 بی ضرب در سی. دومیه باز دوباره چون اینجا به همدیگه عمود شدن میشه 1/2 ارتفاع ضرب در قاعده، که شارژ لپتاپ منم داره تموم میشه، الان شارژرشو وصل میکنم، میشه ارتفاع و قاعده میشه 1/2 ای به توان دو به اضافه باز دوباره بی و سی 1/2 بی در سی. از 1/2 هاشون فاکتور گرفته این شکلی نوشته شده، ای دو این دوتا هم بی سی به این صوره. حالا میگه آقا از فرمول اصلی زوزنقه، مثلا زوزنقه چی بود؟ مجموع دوتا موازی ها ضرب در ارتفاع تقسیم بر دو. دوتا موازی ها میشه بی به اضافه سی، ارتفاعش هم از قضا میشه بی به اضافه سی، میشه 1/2 مجموع دو قاعده ضرب در ارتفاع، میشه 1/2. اینم اتحاد دیگه، اتحاد مربع دو جمله ای، اولی به توان دو، دومی به توان دو، دو برابر اولی در دومی. حالا میگه آقا از دو روش حساب کردی، بیا مساوی هم قرارشون بده. مساوی هم قرارشون بدم، این دوتا رو 1/2 ها ساده بشه بره، ای به توان دو به اضافه دو بی سی مساوی میشه با بی دو به اضافه سی دو به اضافه دو بی سی. این مثبت دو بی سی با این ساده میشه، میشه ای دو مساوی با بی دو به اضافه سی دو. ای بی سی مثلث قائم الزاویه، مثلث قائم الزاویه که داری میشه رابطه فیثاغورس. بچه ها رابطه فیثاغورس اینجا هم برقرار است به این صورت. البته بچه ها اینجا رو نگاه کنید، اینجا رو خودش 90 درجه گذاشته ولی اینجا رو 90 نذاشته. ما از کجا فهمیدیم 90؟ اینجا مثلثه، دوتا مثلث به حالت سه ضلع هم نهشت بودن، این ضلعش با این مساوی بود، این ضلعش با این مساوی بود، این ضلعش هم با این مساوی بود. چون دو مثلث هم نهشت بودن اینجا 90 بود، ما هم اینجا رو 90 گذاشتیم و الا از قبل نمیدونستیم 90 درجه هستش. اینم از این مسئله. بریم یه لحظه شما نگاه کنید روش حل رو، من شارژر لپتاپ رو وصل کنم. سراغ سوال بعدی، سوال 6 که قبلا توی کلاس آنلاین این سوال حل کردیم. میگه که در متوازی الاضلاع زیر ام وسط ضلع بی سی و پارخط ای ام قطر بی دی را در ان قطع کرده، نشان دهید مساحت این قسمتی که رنگ میشه. این صحبت رو زیاد به امتحان آمده، این مساحت قسمت رنگی 1/12 مساحت کل زوزن متوازی و الاضلاع. خب ببین چی کار میکنیم، اول این تیکه رو میذاریم کنار به کل، بعد میام از سی یه میانه رسم میکنم توی این مثلث. آقا برای چی دقیقاً از ان ردش کردی؟ علت داره. این تیکه که من میدونستم که قطر رو نصف میکنه، چرا؟ چون تو متوازی الاضلاع قطرها منصف هم دیگر، من میدونستم توی این مثلث او دقیقاً وسطه، اینم که دقیقاً وسطه، در واقع توی مثلث سمت راستیه
دو تا میانه رسم شده بود. سومین میانه رو که رسم میکنیم حالا بودم اسمش رو چیزی انتخاب کرده، این چیزی انتخاب کرده این بودش اسمش. خب من سومین میانه رو رسم میکنم، قطعا از محل برخورد دو میانه قبلی عبور میکنه توی مثلث ها. من مثلث ها رو پررنگش کنم. توی این مثلث این وسط بود، چون که قطرها منصف هم دیگه بودن میدونستم این وسط. این هم که وسط یه میانه هم کشیدم از اندت شد. حالا در واقع توی مثلث ABC من سه تا میانه رسم کردم. یه دونه سوالی گفتم خیلی مهمه که این شکلی بود که میگفت اگر ما هر سه میانه مثلث رو رسم کنیم، مثلثمون به شش مثلث کوچیک هم مساحت تبدیل میشه. الان ما هر سه میانه رو کشیدیم، 1, 2, 3, 4, 5, 6 تا مثلث هم مساحت به وجود اومده. یعنی این قسمت رنگیه میشه 1/6 مساحت مثلث. خب این هم که با این برابره، پس میشه 1/6 این، 1/6 این هم هست، در نتیجه میشه 1/12 کل چهارزادی. ببینیم چی نوشتیم. بریم میکروفونه یادم رفت بچه ها. خب از C به N وصل میکنیم و ادامه میدهیم تا AB را در نقطه E قطع کند. چون N نقطه همرسی میانه هاست، برای این دوتا میانه را داره میگه. بنابراین البته اینجا من باید اینجا مینوشتم. این از اینجا باید این شکلی میشد. این در واقع جاش این وسط بوده، کاش این شکلی نوشته میشد به نظرم بهتر بود. AB را در نقطه E قطع کند، O میانه AC، N و میانه BC. چون نقطه N محل همرسی میانه هاست، پس حالا اینجا رو ببین، مساحت مثلث BMN به خاطر اون ویژگی که توی اون سوال گفتم 1/6 کلشه، خود ABC نصف چهار ضلعیمونه، درست شد؟ بنابراین به جای S ABC دوباره 1/2 چهار ضلعی رو گذاشته و ضرب کرده، شده 1/12 مساحت ABCD. نمسی خیلی ساده است. سوال بعدی رو ببینین که دیگه سوال بعدی کولاک میکنه. یه جورایی شاید سخت‌ترین سوال این صفحات اخیرمونه، تو چند سال اخیر سخت‌ترین سوالمون میشه. خب این سوال رو هم چون من میدونستم که طولانی و بهش بالاخره خواهیم رسید، قبلا براتون توی کلاس آنلاین این سوال رو حل کردم، یه آشنایی ریزی باهاش دارید و روش کارم رو بهتون توضیح دادم. اینجا هم دوباره حلش میکنیم که شما داشته باشید روش حل رو، اگر یه وقت خدایی نکرده توی امتحان اومد بتونید جواب بدید دیگه. انشالله که توی امتحان بتونید راحت حلش کنید. در مثلث ABC خط MN موازی BC است. MN با BC موازی و AM به MB نسبتش 1/2. AM به MB نسبتش 1/2. یعنی اگر این یه دونه A باشه، مثلا این دوتا A. و از قضا بچه ها چون این دو خط MN و BC با هم دیگه موازیان، قضیه تالس به وجود میاد. قضیه تالس که به وجود کارامون رو یه مقدار آسان‌تر میکنه. چجوری آسان ترش میکنه؟ میگه اگر AM به MB 1/2، پس AQ به QP هم 1/2 میشه. قضیه تالسه دیگه. میگه اگر در مثلثی خطی موازی با یکی از اضلاع رسم بشه،
اندازه های متناسب روی اضلاع دیگه به وجود میاره. خب اینا که تناسب داشته باشن پس اینا هم تناسب دارن. اینم هست AN به NC آمده خودش رو قاطی کرده، میگه خب ما هم هستیم. خب پس بنویسمش دیگه، این یک A به دو A، اینو من بنویسم یک B، اینجا رو بنویسم دو تا B، اینجا رو بنویسم یه دونه C، اینجا رو بنویسم دو تا C. نسبتاش رو همه رو نوشتم. حالا ادامهش میگه، همچنین پی سی به پی بی مساوی یک سوم، پی سی به پی بی مساوی با یک سوم، نسبتش یک سومه. خب نسبتش رو بنویسم، اگر این یه دونه ام باشه این سه تا امه، نسبتش یک سومه. خب حالا این همه نوشتیم، مساحت AQN و مساحت MQPB چه کسری از مساحت ABC است؟ یعنی S AQN به S ABC مساوی با چند؟ S MQPB به S ABC مساوی با چند؟ اینو میخواییم بفهمیم. پس من می‌نویسم با توجه به خدمت شما عرض شود که موازی بودن MN و BC از قضیه تالس استفاده کرده این. خب که بدونیم آقا این یک A و یک B و یک C داستانش چیه و چجوری به وجود اومده. و یه چیز دیگه هم هست، یه کار دیگه هم باید انجام بدم، اونم اینه ارتفاع هم باید بکشم، چون مساحت مثلث رو میخواد ارتفاعش هم باید بکشم. یه ارتفاع هم اینجا بکشیم و اگر خطی بر یکی از دو خط موازی عمود شود بر دیگری نیز عمود است. و 100% میدونید که نسبت این دو تا تیکه هم مثل نسبت اضلاع میمونه. بنویسمش، مثلا یکیشو بذارم 1H، یکیشو بذارم 2H. مثل اینا که یک دوم یک دوم هم اونم این شکلی شد. خب بریم سراغ حل کردنش. دیگه نوشته که آقا ما بگید مساحت AQN به مساحت ABC میشه یک دوم ارتفاع ضرب در قاعده، اینم میشه یک دوم ارتفاع ضرب در قاعده. خب ارتفاع قاعده شو بنویسم. خب توی مثلث AQN، AQN این مثلث است که رنگی شده، ارتفاعش که بیرون مثلث یک اچه، ولی قاعدش QN هست. من راجع به QN هم راستی باید صحبت کنم. این از بعد خدمت شما عرض شود که SABC میشه یک دوم ارتفاعش، یعنی میشه 3H، قاعدش هم میشه BC، پس ABC دیگه. این هست. خب تا اینجا یک دوم ها ساده میشن، اچ ها هم ساده میشن، پس شده یه دونه کیو ان به روی 3 تا بی سی. حالا من باید دارم کیو ان و بی سی رو هم دوباره پیدا کنم و از این حروف هاش روش بنویسم، اونا هم دوباره حروف دارن مثل قبلی ها. خب نگاه کنید بچه ها، ای
پی سی، این مثلث ای پی سی رو من جدا بکشم، بعد نسبتش رو پیدا کنم و ورش دارم بذارم سر جاش. ای پی سی اینجوریه. این کیو ان، این پی سی، اینم ایه، اینم اون مثلثمون که رنگی شده است، درسته؟ اینم یک سیه، اینم دو سی، اینم یک بی، اینم دوتا بی، اینم که یه دونه امه. به این صورت. حالا من کیو ان رو میخوام. قضیه تالس چی میگفت؟ میگفت اگه از لایه وسط رو میخوای استفاده کنی باید بگی بالا به کل. خب منم میخوام بگم بالا به کل. میخوام بگم آقا کیو ان بالا به پایینیه، به یک ام به پی سی، حالا حروف بذارم، بالایه به پایینیه مساوی میشه با بالا به کل. پس هر وقت یادآوری دیگه، هر وقت خواستیم از اضلاع وسط استفاده کنیم که الان میخواییم استفاده کنیم، باید بنویسیم بالا به کل. بالاش یه دونه سیه، کلش سه تا سیه. خب اینا هم که ساده بشن برن، پس کیو ان به پی سی یعنی به یک ام مساوی میشه با یک سوم. در نتیجه کیو ان میشه یک سوم ام. این هم که پیداش کردم، من پس به جای کیو ان میذارم یک سوم ام. بریم سراغ ادامه کار. پس اینجا رو من مینویسم یک سوم ام. علتش همین بود که بالا به کلش یک سوم بود، اینم میشه یک سوم. حالا اینجا رو ببینید، اینجا هم میتونم استفادهش کنم، حالا بعداً بهش خواهم رسید. اینو من پاک کنم. مساویه کیو ان میشه یک سوم ام دیگه، به سه تا هم بی سی، سه تا بی سی. بچه از بی تا سی چند تا امه؟ چهار تا. از بی تا سی سه تا، اینجا یه دونه، اینجا چهار تا. پس میشه یک سوم ام به دوازده تا ام. ام ها ساده میشن، دور در دور، نزدیک در نزدیک، میشه یک سی و شیشم. پس من فهمیدم نسبت مساحت این مثلث به مثلث بزرگ، مثلث اصلی ABC یک سی و شیشمه. یعنی اگه 36 تا از این مثلث داشته باشم میتونم کل مثلث بزرگ رو بپوشونم. اینم از این مسئله. بریم ببینیم قسمت دومش چی میگه. قسمت دومش میگه آقا S M Q P B به S A B C. S M Q P B به S A B C. خب M Q P B یه زوزنقه است، مساحتش میشه یک دوم مجموع موازی ها ضرب در ارتفاع. همین الان انجامش میدیم، یک دوم مجموع موازی ها، یعنی ام کیو به اضافه بی پی. درست شد؟ به روی مساحت ای بی سی هم که اینجاست دیگه، یک دوم ارتفاعش سه اچ، قاعدش هم که بی سیه. بچه ها یک دوم، آن راستی این ضرب در ارتفاعش هم باید کنم، ارتفاعش هم دو اچه. یک دوم ها که ساده میشن، اچ ها هم ساده میشن.
MQ به اضافه BP سم، این هم که میشه سه تا BC سم. خب ادامهش رو ببینی. یه MQ داریم، این MQ رو هم میخوام بر حسب M پیداش کنم. MQ بچه ها باز دوباره MQ به کلش مثل یک سوم میمونه، یعنی MQ یک سوم سمه. خب وقتی یه پاره خط یک سوم سم باشه، خب اندازش میشه M دیگه، این M که یک سوم سمه، درسته؟ بنویسمش MQ به بی پی مساوی میشه با یک سوم، در نتیجه MQ یک سوم بی پیه، بی پی خودش سه ام میشه. این سه با این سه میره، MQ مساوی میشه با M، پس من به جای MQ میذارم M. سه تا هم سه ام میشه 9. خب ام به اضافه سه ام میشه 4M، اونم 9M، ام ها ساده میشن میشه 4. پس نسبت زوزنقه به مثلث بزرگی برابر میشه با 4/9. خیلی خب، اینم از این مسئله. پس من توضیحش رو بگم چی کار کردن. مساحت ABC 1/2 ارتفاع میشه 3H ضرب در قاعده BC. بچه ها BC 4M، من نوشتم 3M، این باید درست بشه. به جای BC، به جای اینکه نوشتم 4M نوشتم 3M. جالبه اینجا نوشتم 4، اینجا نوشتم 3. پس بچه ها جوابمون عوض میشه، بذارید پاک کنم. این میشه 1/2 که ساده میشه، H ساده میشه، این میشه 3 تا 4M. صورتش MQ که 1M بود به اضافه BP 3M، ضرب در 2 هم نکرده بودم، ضرب در 2 هم داره، ضرب در 2 افتضاحی شد، این میشه 4M ضرب در 2، این هم میشه 12M. M که با M ساده میشه میشه 8/12، به 4 ساده میشه میشه 2/3. من اشتباه کرده بودم، هم اینجا به جای 4M نوشته بود BP رو حساب کرده بودم به جای BC، هم این که ضرب در 2 رو فراموش کرده بودم بنویسم، این هم آخرش میشه 2/3. پس این 2/3 کل مثلثمون شد. خدا رو شکر داشتن توضیح میداد، اگه توضیح در کار نبود هیچی تا آخرش همون میموندش. بگذاریم بریم سراغ سوال بعدیمون. بله سوال 8، ببینیم سوال 7 که حل شد، سوال 8 این چی میگه؟ میگه که با توجه به مساحت چند ضلعی شبکه‌ای مساحت قسمت سایه زده اینجا رو کن را محاسبه کنید. قبلا شبیهش رو حل کردیم، حالا یه دونم تمرین داریم راجبش حل میکنیم. فرمول که یادتونه، نقاط مرزی تقسیم بر 2 منهای 1 به اضافه آی. خب برای بزرگتره نقاط مرزی شو از اینجا شروع میکنم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9،
میشه 9 دوم من های 1 به اضافه 13. 13 از کجا اومد؟ درونی هاشو شماریم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 و محاسبه شده 7 دوم به اضافه 13 اینجاست. منهای حالا این یکی رو باید حساب کنیم. نقاط مرزیش 1 2 3 4 5 میشه 5 دوم منهای 1 به اضافه 3 که میشه 3 دوم به اضافه 3. پس اینو که اولی است منهای دومیش کرده، محاسبه کرده و نهایتا شده عدد 12 که خیلی هم ساده بودش. بریم سراغ سوال بعد. یک مستطیل ماشاءالله به جواب، یک مستطیل شبکه‌ای با ضلع‌های افقی و قائم که اندازه‌های ضلع‌های آن M و N واحدند، مفروض از مساحت آن را ابتدا به روش معمول و سپس به کمک فرمول پیک محاسبه کنید، آنها را با هم مقایسه کنید. بسیار خوب. اندازه ضلعش M و N. خب یه ضلعش M، یه ضلعش N. ما طولش رو N در نظر میگیریم، عرضش رو M در نظر میگیریم. خب اگر به حالت عادی حساب کنی مساحت میشه طول ضرب در عرض دیگه، میشه M ضرب در N. این حالت عادیش. حالا میخواییم با استفاده از فرمول پیک محاسبهش کنیم. ببینیم با استفاده از فرمول پیک محاسبه کنیم، دوباره باید مستطیل عوض که نشده پس نباید فرمولش هم تغییر کنه. ببینیم با استفاده از فرمول پیک هم به همین ام ضرب در ان میرسیم یا نه. نگاه کنید بچه‌ها، من اینجا شکلش رو کشیدم، تعداد نقطه چون نمیدونستم چند تاست دیگه سه نقطه گذاشتم تا آخر، این وریش هم همینطور نمیدونستم چند تاست. ولی ما فرض میکنیم که طول مستطیل ان واحده. اگر این ان واحد باشه چند تا نقطه خواهیم داشت؟ قطعاً میدونید N به اضافه 1 نقطه خواهیم داشت. درست شد؟ اوکی. این پس مثلا بچه ها، مثلا این مستطیل رو ببینید، برفرض اینو 1 2 3، 3 واحده ولی 4 تا نقطه داره. 1 2 3، 4 تا نقطه داره. پس هر مستطیل اگر N واحد طولش باشه، N به اضافه 1 تا نقطه توی طول داره، عرضش هم همین شکلیه. اندازه طول مستطیل N واحد است، پس روی هر طول مستطیل N به اضافه 1 نقطه خواهیم داشت. درست شد؟ پس من اینو پاکش کنم. پس اینجا N به اضافه 1 نقطه داریم، اینجا هم که ارزشه N به اضافه 1 نقطه داریم. حالا ما میخواییم به روش فرمول پیک بیاییم کار رو پیش ببریم، یعنی اول باید نقاط مرزیش رو پیدا کنیم، نقاط درونیش هم پیدا کنیم، از فرمول پیش بریم، بریم جلو ببینیم به اون فرمول اصلیه که طول ضرب در عرض هست میرسیم یا نه. خب نقاط مرزیش رو بشمارم، این بالایی رو میشمارم، میگم آقا N به اضافه 1 تا نقطه داشت این بالا، هنوز کلی نقطه مرزی مونده که نشمردم. این پایینیش هم حساب کنیم، اینم N به اضافه 1 تا نقطه. تا اینجا ما 2 تا N به اضافه 1 نقطه پیدا کردیم، ولی هنوز اینا موندن. عرضش رو ببینید بچه ها، کلش چند تا نقطه بود؟ عرضش M به اضافه 1 بوده. 2 تا از نقطه ها رو از دست دادیم، یعنی قبلا شمردیم با طول. پس M به اضافه 1 منهای 2 نقطه خواهیم داشت. M به اضافه 1 منهای 2 مساوی میشه با M منهای 1 دیگه، درسته؟ M به اضافه 1 منهای 2 میشه M منهای 1. پس تعداد نقاطی که اینجا هست میشه M منهای 1 نقطه.
این طرف هم همینطور ام من های یک نقطه. خب پس در واقع ما اومدیم تمام نقاط مرزی رو محاسبه کردیم. چی جوری حساب کتابش کردیم؟ گفتیم دو تا N به اضافه یک داریم، دو تا N به اضافه یک نقاط مرزی، دو تا N به اضافه یک داریم، دو تا هم MMN های یک داریم. اومدیم ضرب کردیم، دو رو تو اینا ضرب کردیم، این شد دو N به اضافه دو، این شد دو M من های دو. خب اون به اضافه دو با اون من های دو از بین میره، چی میمونه؟ میمونه دو N به اضافه دو M. خب پس نقاط مرزش رو حساب کنیم. حالا باید تقسیم برای دو کنیم، یه دونه کم کنیم، به اضافه نقاط درونیش کنیم. بریم سراغ نقاط درونی. میگه آقا برای اینکه محاسبه کنیم نقاط درونیش رو، ستون اول و آخر رو باید کنار بذاریم دیگه، اینو نمیتونیم، ستون و سطرش رو باید کنار بذاریم، اینا رو باید بشماریم، درسته؟ اینو اگه من بخوام بشمارم تا اینجا، اگر کامل میشمردم N به اضافه یک تا نقطه داشت. حالا اول آخریه رفت، اول آخریه رفت، چند تا موند؟ موند N به اضافه یکی که دیگه دوتاش نیست، اونم میشه N منهای یک، تعدادش میشه N منهای یک. این وریا تعدادشون رو ما قبلا پیدا کردیم، هیچی ازش کم و کسر نشده. این وریا ام من های یک تا هن، این وریا شدن ان من های یک تا. قبلا ان به اضافه یک بود، من تا اولی و آخری رو از دست داد، تا اینجا میتونه بیاد دیگه، این آخری و اولی رو از دست داد، تعدادش شد ان من های یک نقطه، ولی عرضش تعدادش همینه، تعدادش کم و زیاد نشد، هم اندازه اینه، عرضش همون ام منهای یک نقطه است، همه شون ام منهای یک تا هم دیگه. خب میخواییم حساب کنیم، کافیه تعدادش رو تو هم ضرب کنیم دیگه، این تعداد نقطه و این تعداد نقطه رو ضرب کنیم، میشه ام من های یک ضرب در ان من های یک، تعدادش رو میخواییم پیدا کنیم. پس تعداد نقاط درونی میشه ان من های یک در ام من های یک. بسیار خوب. مساحت میشه مرزی تقسیم بر دو به اضافه درونی ها من های یک، مرزی تقسیم بر دو به اضافه درونی ها من های یک. خب مرزی از دوش فاکتور بگیریم، با این دو ساده میشه، ام به اضافه ان میمونه. حالا این دو تا رو باید تو هم دیگه ضرب کنیم، این میشه ام ان، این میشه منفی ان، این میشه منفی ام، مثبت یک، یه منفی یک هم که داشت قبلا، خودش تو فرمولمون داشت. خب بچه ها این ان به اضافه ام با این منفی ان و منفی ام از بین میرن، مثبت یک هم که با منفی یک از بین میره، میمونه ام ان خالی، که ما قبلا تو مساحت مستطیل میدونستیم که مساحت مستطیل میشه ام ضرب در ان. این همه زحمت کشیدیم آخرش رسیدیم به همون فرمول طول ضرب در عرض، فهمیدیم که اگر با نقاط شبکه مستطیل بسازیم فرقی نمیکنه، مساحت مستطیل میشه همون طول ضرب در عرض، چه با فرمول پیک چه با فرمول اصلی خود. فکر کنم سوال آخر باشه دیگه. آره پاکش کنیم اینو. مساحت یک چند ضلعی شبکه‌ای سه واحد است، یعنی بی دوم به اضافه آی من های یک فرموله شده سه.
درست شد، اومده مخرج مشترک گرفته و این منفی یکم برده اونور، معنیش این شده که نقاط مرزی به اضافه دو برابر نقاط درونی باید بشه 8. نقاط مرزی که قبلا دیدیم 3 تا کمتر نمیتونه باشه، درست شد، یا باید 3 تا باشه، 4 تا باشه، 5 تا باشه و الی آخر نقاط مرزی. خب جدولی تشکیل دهید، تعداد نقاط مرزی و نقاط درونی را در حالتهایی که امکان دارد مشخص کنید. اگر این چند ضلعی شبکه مثلث باشد، در هر حالت شکل آن را رسم کنید، در حالتی که نقاط مرزی بیشترین تعداد و فلان الی آخر. خب آقا، چون که نقاط مرزی حتما باید از 3 تا بیشتر باشه، یا 3 تا یا بیشتر، و نقاط درونی ولی میتونه 0 تا 1 2 تا الی آخر باشه، در نتیجه الان من بی رو ببرم اونور، چون که آی بزرگتر از 0، پس 8 منهای بی که برابر با 2 آی، اونم باید بزرگتر از 0، باید مثبت باشه تعدادش. بنابراین حالا اینجا بیمون از 3 بزرگتره، درست شد؟ 8 منهای بی رو در نظر بگیرید، بی رو ببرم اونور، میشه 8 بزرگتر از بی. معنیش چیه؟ بی از 3 بزرگتره ولی از 8 کوچیکتره. از 8 کوچیکتر باید باشه. چرا؟ اصلا این هم دنگ و فنگ نداشتش. بذارید من به زبون ساده تر بهتون بگم. آقا بی رو که من میدونم که باید از 3 حتما بزرگتر و مساوی باشه، چون دیگه همه همون میدونیم. اما اگر که توی این فرمول عدد بخوام بذارم، من تا چند بی رو میتونم ببرم جلو؟ تا عدد 8. چرا؟ چون اگر به جای بی بذارم 8، آی تعدادش میشه 0، که هیچ مشکلی نداره، چون ما قبلا دیدیم تعداد نقاط درونی میتونه 0 باشه. اما اگر من به جای بی بذارم 9، اون موقع 9 میره اون بر، کم میشه، منفی میشه. معنیش اینه که تعداد نقاط درونی منفیه، که این ممکن نیست. پس حد اکثر عددی که میتونیم پیش بریم جلو تا عدد 8. پس بی میفته بین 3 و 8. از 8 بزرگتر باشه این منفی میشه، به خاطر همین. بسیار، حالا بریم سراغ بقیه تحلیلمون. حالا بی میتونه 3 تا باشه، الان تست میکنم. اگر بی 3 باشه، اون وقت 3 بره اون طرف، منفی میشه، کم میشه، 8 منهای 3 میشه 5، 2i میشه 5. مگه امکان داره 2 برابر یه عددی که عدد طبیعیه بشه 5؟ 2.5، مگه 2.5 تا ما مثلا نقطه درونی داریم؟ اصلا غیر ممکنه. این هم داره کمکمون میکنه. معنیش اینه که بی نمیتونه فرد باشه، بی حتما باید زوج باشه. اگه بی فرد باشه، آیمون اعشاری میشه، که غیر ممکنه. خب اینم یه نتیجه خوب. پس عددمون بین 3 تا 8 ولی فرد نیست، زوجه. پس بی میتونه یا 4 باشه، یا 6 باشه، یا 8 باشه. اگه 4 رو جایگذاری کنی آی میشه 2، اگر 6 رو جایگذاری کنی آی میشه 1، و اگر 8 رو جایگذاری کنی آی میشه 0. کلی زحمت کشیدیم اینو پیدا کردیم. ما جدولمون خیلی جدول خوبیه. تعداد نقاط مرزی 4 تا باشه، درونیش 2 تا میشه و الی آخر. این تا اینجا جدولمون کلی کمکمون کرد. میتوانیم تعدادی رو رسم کنیم. من جدوله رو فکر کنم باز باید بنویسمش. بیمون یا 4 یا 6 یا 8، آیمون یا 2 یا 1 یا 0. اینم جدول. برم صفحه بعد. خب میگه آقا درونیمون 4 تا، مرزیمون 4 تا باشه، درونیمون 2 تا. مرزیمون 4 تاست، درونیمون 2 تا.
مرزی چهار تاست، درونی دوتا. مرزی اینجا شیش تاست، درونیش یکی. این یکی ببینید، مرزیش هشت تاست، درونیش هیچی. ببینید ما چند تا تونستیم شکل رأس کنیم. میگه میتوانید رأس بالا را روی هر یک از نقاط بالایی ذیل قرار بدید. مثلا میگه آقا اینو به جای اینکه اینجا در نظر بگید، اینجا در نظر بگید. باز دوباره همین آشا همین کاسته میشه. وقتی نقاط مرزی بیشترین مقدار را دارد که بی 8 و آی 0 باشه، از کجا برای چی گیر دادیم به این؟ بر خاطر این خودش میگه که در حالتی نقاط مرزی بیشترین تعداد ممکن داره، شکل‌های 4 ضلعی بکشید. میگه آقا بیشترین مرزی رو داشته باشیم آیش صفره. خب این شکلی میشه، 8 تا نقطه مرزی داره، 8 تا نقطه مرزی داره. و اینگه آقا این هم میتونید بکشین که باز دوباره 8 تا نقطه مرزی دارد. خب اینم از این مسئله. فکر بله دیگه تموم شد فصل 3. انشالله جلسه بعد با قدرت میریم سراغ فصل 4، هندسه فضایی. یه فصل بسیار زیبا ولی جدید که شما تا حالا ندیدید. یه خورده باید تخیلاتتون رو قوی کنید. تخیلات شما که میدونم قویه، یه خورده باید قوی ترش کنید ولی برید تو هندسه. اوکی؟ خب انشالله که دیگه هیچ مشکلی نباشه. تا فصل 3 خیلی خوب اومدیم، یه فصل مونده. فصلش هم سخت نیست، هندسه فضایی خیلی اوکیه، خیلی فصل خوبیه. بریم ببینیم که خدا چی میخواد. خب بچه‌ها از اینکه نگاهاتون رو به ما هدیه کردید همتون ممنونم. انشالله که درساتون خوب پیش بره، درجه یک باشید، سالم و سرحال و میزون باشید. فعلا خدافظ.